چرا به نظر میرسه که با وجود اینکه زنان و مردانی هستن که به حقوق برابر زن و مرد اعتقاد دارند، اما نسبت به واژه فمینیسم یک واکنش منفی دارند و خیلی نظر خوشی شاید به نظر میرسه نداشته باشن؟ فکرم شاید به این خاطر باشه که اینجوری رفته تو فرهنگ ما که انگار فمینیست ها ضد مردن، و در صورت که الان ما اصلا تو جامعه غربی مطمئن مهاجرت هم خیلی کمک کرد ما اینو ببینیم، اصلا به این معنی نیست. به خصوص من الان میبینم تو نسل جوان مردهای ما مردایی میبینم که خودشون فمینیست میدونن و اینا رو اصلا یه طرز فکری میارن که اضافه میشه به اون بحثای فمینیستی، و فکر میکنم شاید یعنی اینکه استفاده بکنن از این کلمه و خودشون رو فمینیست بدونن در این زمینه، و الا اینکه خود طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستن. و فکر میکنید که فعالان حقوق زنان در این زمینه، حالا نکته ای رو که شما اشاره کردید شاید این دو کلمه رو مترادف با هم میدونن، ضد مرد بودن و فمینیست رو، فکر میکنید که رفتار خود فعالان جنبش زنان به ویژه در ایران نسبت به این مسئله چطور بوده و چقدر تاثیر داشته یا نه؟ بله، فکر میکنم که یه نوع وحشت از استفاده از این کلمه بوده، و شاید بحث فمینیسم اسلامی که اومد تو سالای 90 میلادی یه مقدار دوباره این اسم فمینیسم و نترسیدن از اسم فمینیسم رو توی صحنه عمومی ایران راحت تر کرد. ولی خب اون باز مشکلات خودش آورد، چون وقت میشد میگفت فمینیسم باید اسلامی باشه، فمینیسم غربی بده و فمینیسم اسلامی خوبه. ولی به هر حال از این که دیگه خیلی وحشت نکنیم از کلمه فمینیسم، یه خورده اینجا مسلمان ها، زنان مسلمانی که خودشون رو فمینیست خطاب کردن شاید کمک کردن به اینکه یه خورده اسم کمتر وحشتناک بشه. ولی من فکر میکنم جنبش زنان نباید از این اسم بترسه. ما شاید خوب نمیشناسیم فمینیسم چیه، ولی باید کمک کنیم بشناسیم. و یکی از کاری که خود من شخصا میکنم، اگر دقت بشه اکثرا تو تیتر صحبتام کلمه فمینیسم به کار میبرم. من عمد دارم که بگم مخاطبم جامعه فمینیست های ایرانیه، نه فقط فعالین زنان. همونطور که شما الان در صحبتاتون هم اشاره کردید از واژه فمینیست استفاده میکنید، و همونطور از یک ترکیب دیگه هم استفاده میکنید، ارزش های فمینیستی. این ارزش های فمینیستی از نظر شما چی هستن؟ دقیقا نکته من اینه که این ارزش ها باید ما بسازیمشون، یه از ارزش های ثابتی نیستن. منم هیچ تعریفی که برای خودم دارم یک سری ارزش ها، ولی لیستی ندارم بگم که میخوام قضاوت کنم بقیه رو. ولی یه نکته که مهمه نظر من، از دیدگاه من فمینیسم رو اساساً از زاویه ارزش‌ها فمینیستی تعریف می‌کنم. یعنی من معتقدم که امروزه به خاطر شرایطی که هست، ما فمینیسم ضد مرد نیست، فمینیسم خواهان برابری رابطه قدرت زن و مرده. ولی به خصوص در جوامع که اینقدر متنوع شده، ما الان مثلا گی و لزبیان ها داریم، اصلا تفاوت رول‌های اجتماعی زن و مرد شکسته شده، دیگه اینقدر ساده نیست سیاه و سفید. اینه که پس چه جوری ما میتونیم فمینیست تعریف بکنیم که یه بحرانه به نظر من، بحران تئوریکه در بحث‌های فمینیستی. یکی از پاسخ‌ها اینه که اون پاسخ من میپسندم که ما باید روی اساس ارزش‌های فمینیستی که میتونه ارزش سیاسی اجتماعی باشه، میتونه ارزش اخلاقی باشه، روی این ارزش‌ها ما تعریف کنیم کی فمینیسته کی فمینیست نیست. با این اگه بهش اینجوری نگاه بکنیم، اون وقت ممکنه یک مرد فمینیست باشه اگر از اون ارزش‌های فمینیستی دفاع کنه، و یا یک زن کاملا از ارزش‌های مرد سالاری دفاع کنه، و ما اون رو به خاطر که فقط زنه نگیم حتما باید فمینیست باشه. بسیار خوب، ممنونم از وقت. خواهش